بر خط خبرها. اعتراض کشاورزان اصفهانی به دریافت نکردن حقابه، پلیس ضد شورش وارد عمل شد. به دنبال انتشار کلیپی از سخنان رهبر ایران درباره انتخابات 88، میرحسین موسوی پیشنهاد کرده نوار کامل مذاکراتش پخش شود. آغاز به کار رئیس جمهوری راستگرای برزیل با وعده رفع تبعیض و فساد. مخالفان او را به نژاد پرستی، همجنسگرا ستیزی و زن ستیزی متهم می کنند. و شمارش معکوس برای رسیدن کاوشگر ناسا به نقاط جستجو نشده فضا. سلام و عصر بخیر به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون بی بی سی فارسی. خوش آمدید. تجمعات اعتراضی کشاورزان خراسان در پل خواجوی اصفهان به درگیری با پلیس ضد شورش منجر شد. معترضان که بسیاری از آنها زن بودند میگویند که سهمشان را از آب کشاورزی دریافت نکردند. کشاورزان قصد داشتن از پل خواجو به سمت استانداری اصفهان حرکت کنند که پلیس ضد شورش مانع آنها شد. گروهی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس هم اخیراً به حذف اعتبار طرح‌های آبی استان از بودجه اعتراض کرده بودند. همکارم امید منتظری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. امید، تو خبر رو دنبال کردی، ویدیوها رو دیدی، به ما بگو که جزئیات ماجرای امروز چیه؟ امروز پایان مهلت 10 روزه‌ای بودش که کشاورزان اصفهانی تعیین کرده بودن برای تامین حقابه‌شون. این آب تامین نشده، آب زاینده رود باز نگشته و کشاورزا حالا از دولت میخوان که به وعده هایی که قبلا داده بودن عمل کنن. رئیس جمهوری ستاد بعد از استعفای 18 تا نماینده مجلس، استعفای نمادین 18 نماینده مجلس، اعلام کردش که ستاد احیای زاینده رود رو از نو احیا میکنه، دستور میده که شروع به کار کنن، اما اون اتفاق هنوز نیفتاده. در این حال همزمان کشاورزا که نزدیک به 1000 نفر برآورد میشن برگشتن دوباره. مسئله شون فقط تامین آب نیستش، اونا میگن که خسارتی که زده شده هم باید برگرده. این هم جزء مواردی بوده که وزیر نیرو وعده داده بوده، هیچ کدوم از این وعده ها عملا تحقق پیدا نکرده و حالا کشاورزا دوباره برگشتن، یعنی یک زخم قدیمی دوباره سر باز زده. این وعده هایی که داده شده یه بخش بزرگیش هم در واقع وعده هایی است که در طول انتخابات ریاست جمهوری گذشته داده شد و عملا با بودجه امسال شاید دولت فکر میکنه که نمیتونه اونها رو برآورده بکنه. چه وعده هایی بودن اون وعده ها؟ اول من اینو بگم، یه بخش این ماجرا بودجه است، بخش دوم اینه که ما به گفته سازمان محیط زیست توی خشک‌ترین سال آبی ایران در 50 سال گذشته ایم. یعنی هرچه هم برنامه ریزی بوده که بخشش برمیگرده به مدیریت منابع آبی، تا امروز اگر محقق نشده، بخش دیگه اینه که خشکسالی هم شدیدتر شده، بارش‌ها کمتر شده و الان مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که وعده اول رئیس جمهور در مورد احیای زاینده رود محقق نشده و وعده وزیر نیرو مجدداً درباره اینکه ما پرداخت می‌کنیم خسارت رو محقق نشده. از اون ور کشاورزا میگن که خب به هر صورت ما باید بکاریم تا بتونیم که وضعیت معیشتمون رو تأمین کنیم، اما مشکل دیگه در مقابل اینه که کسانی که در واقع یزدی هایی که قرار این آب بهشون برسه و بارها این لوله انتقال آب قطع شده، اونها میگن که این بخشی از آب آشامیدنی ماست. بیش از 90% منابع آبی ایران توزیع کشاورزی داده مصرف میشه. بحث اینه که این تقسیم آب چجوری شکل بگیره. کار دولت خیلی سخت‌تر شده با توجه به اینکه این امسال هم خشک‌ترین سال آبی ماست تو 50 سال گذشته. ممنونم از تو امید منتظری، همکارم اینجا در استودیو با ما.
امیر حسین موسوی در واکنش به انتشار کلیپی از سخنان آیت الله خامنه ای در روزهای پس از انتخابات 88 پیشنهاد داده که نوار مذاکرات او با رهبر جمهوری اسلامی هم به صورت کامل و بدون سانسور منتشر شود. دفتر رهبر ایران پیشتر بخشی از صحبت‌های آقای خامنه ای در روز 30 تیر ماه 88 را منتشر کرده بود که در آن آقای خامنه ای با انتقاد از مواضع امیر حسین موسوی میگوید ایشان سند و دلیلی نداشته که در انتخابات تقلب شده، اما مردم را به نافرمانی و شورش دعوت کرده. موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شد و این منشأ همه حرفای بعدی شد. تقلب شده، من از حق شما دفاع میکنم، مردم بیایید، منم میام. دعوت مردم به نافرمانی، به شورش، به استناد اینکه انتخابات تقلب شده. سوال اینه، شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شده؟ چه دلیلی اقامه شد؟ خب این وقت شد منشأ حرفای بعدی. همکارم حسین باستانی اینجا در استودیو با ماست که اگر بتونیم باهاش صحبت کنیم. بله حسین، آقای موسوی فکر می‌کنم چند روزی می‌گذره از انتشار کلیپی که در واقع دفتر آیت الله خامنه‌ای منتشر کرد. آقای موسوی امروز خواسته که بخش کاملی از این صحبت‌ها منتشر بشه و همینطور صحبت‌هایی که ایشون با آقای خامنه‌ای داشت. اهمیت انتشار این ویدیوها یا این صحبت‌ها چه هست؟ ببینید چند ماه دیگه دهمین سالگرد انتخابات 88 فرا میرسه دیگه و مشخصه که در ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته یک حرکت جدی شروع شده از طرف حکومت و شخص آقای خامنه‌ای برای اینکه روایت حکومت از اون انتخابات رو شروع کنن به منتشر کردن چیزهای مختلف توضیح بدن، حتی چیزهایی که قبلا منتشر نکردن، و این نشون میده که به هر حال احساس میکنن بعد از یک دهه هنوز انگار نتونستن روایت خودشون رو به افکار عمومی بفروشن، لازمه یک تلاش جدی تری انجام بدن. اما شیوهی که وارد این داستان شدن شیوهی هستش که خب مثلا ما در همین کلیپی که الان بخشش نشون داده شد میبینیم دیگه، یعنی یک جلسه به هر حال طولانی بوده، 2.5 دقیقه‌اش رو دفتر آقای خامنه‌ای منتشر کرده به عنوان یک چیز خبری خیلی مهم، 2.5 دقیقه از یک جلسه کلی. چهره حاضران که اون حاضران هم مسئولین امنیتی که باید چهرهاشون پوشیده بشه نیستن، در خود سایت اومده جمعی از فضلای حوزه‌ستان، چهرهشون هم پوشیده شده، یعنی با انگار که اون کسایی که نشستن و روایت فتنه رو دارن از رهبر میشنون، انگار حالا نوعی شرمندگی یا اینکه به هر حال پرهیز از اینکه حالا هویت خودشون رو فاش بکنن. این ته شفافیتی هستش که الان حکومت داره ارائه میده، یا در خصوص جلسه ای که در واقع کمتر از یک هفته بعد از انتخابات شرحش رو در کتابی به نام فتنه تقلب و با تبلیغات بسیار در واقع منتشر کردن، وقتی که بین سطور اون در واقع دقیق می شده می دیم که حتی نسبت به برخی از روایتی که قبلا از طرف اصولگرایان منتشر شده بود، مثلا در کتاب من مدیر جلسه هم، می دیم که نسبت به اون هم سانسور داره. این به هر حال تای شفافیتی بوده که حکومت واردش شده. طبیعتاً به نظر میاد که مثلا کسانی مثل آقای موسوی که گفتن خب همش رو شفاف کنید، احساس میکنن که این زمینی نیست که حکومت بتونه توش به راحتی بازی کنه. اگر میخواهید شفاف کنید بیایید همش رو شفاف کنید. ولی اگه بخوایم برگردیم به افکار عمومی، 9 سال از اون انتخابات گذشته و کم و بیش افکار عمومی پیش رفته، یعنی دیگه در اون موضوع، در موضوع تقلب در اون انتخابات، تقلبی که آقای موسوی در واقع میگفت نمانده، چقدر این دغدغه افکار عمومی هست این موضوع امروز؟ ببینید همین استدلال رو و همین زاویه استدلال رو مثلا کسانی در مورد اعدام‌های 67 هم مطرح می‌کردن، کسایی راجب حتی انقلاب ایران هم مطرح می‌کردن. اگرچه ممکنه بخشی از افکار عمومی در هر زمان احساس کنن که درگیری‌های روزشون چیزهای دیگه‌ای هست، ولی اینها بخش‌های مهمی از تاریخ هستش که در واقع هیچ وقت محو نمیشه از خاطره تاریخی. همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، در داخل ایران چند ده هزار نفر هستن که هنوز زندگیشون تحت تاثیر 88 است. چه کسایی که مستقیم دستگیر شدن یا پرونده سازی شده براشون، چه کسایی که در واقع اعضای خانواده‌های اونا بودن. یا همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، یک عدد چند هزار نفری کسانی هستن که بعد از انتخابات از کشور خارج شدن. حالا اونا ممکنه معتقد دیگه به انتخابات باشن، معتقد به انتخابات نباشن، ولی بخش عظیمی از ایران رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. و همین که ما شاهد این هستیم که
بعد از یک دهه هنوز حکومت احساس میکنه که این داستان تموم نشده و داره تهدیدش میکنه و باید راجبش هی روایت بگه، این نشون میده که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و سمت و سوش و سرانجامش از اهمیت زیادی برخورداره. ممکنه زمانی برسه که حتی کسانی در مورد اعتراضات دیه 96 هم بگن اون به تاریخ پیوسته، ولی خب اون هم هیچ وقت به تاریخ نخواهد پیوست. در هر زمان حتی اگر فرم اعتراض یا شکل اولویت‌های همون روز عوض شده باشه، اینها همه بخش‌های مهمی از تاریخ معاصر هستند که تأثیراتش رو در زندگی جاری مردم هم تأثیراتشون ساری و جاری هست. ممنون از شما حسین باسایی همکارم. جدایستی. ساعتی پس از انتشار پیام سال نو رهبر کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر گفته او هم مایل است با کیم جونگ اون دیدار کند. دیروز کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیامی همزمان با ابراز تمایل برای دیدار مجدد با رئیس جمهوری آمریکا و حرکت در مسیر غیر اتمی شدن، هشدار داد که اگر صبرش پایان یابد راه تازه‌ای در پیش خواهد گرفت. ترامپ و کیم در دیدار خود در سنگاپور توافق کرده بودند که برای غیر اتمی شدن کره شمالی همکاری کنند، ولی از آن زمان پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته. رئیس جمهوری تایوان اعلام کرده این کشور هرگز پیشنهاد الحاق به چین را نخواهد پذیرفت. سای این ون گفته مذاکره میان تایوان و چین باید بر مبنای گفتگوی بین دو دولت مستقل باشد. رئیس جمهوری چین پیشتر گفته بود اتحاد دو کشور میتواند بر اساس الگوی یک کشور با دو نظام حکومتی محقق شود که به تایوان خود مختاری میدهد. شی جینگ پین تاکید کرده بود که تایوان باید اتحاد را بپذیرد و هشدار داده بود که چین حق استفاده از زور علیه تایوان را برای خود محفوظ میداند. ارتش افغانستان میگوید در عملیاتی در شمال این کشور 29 عضو گروه طالبان از جمله دو شهروند ایرانی را کشته است. به گفته ارتش این دو ایرانی با نامهای مستعار ملا احمد و ملا جندالله عضو طالبان بودند و در درگیری مستقیم با سربازان در ولایت فاریاب کشته شدند. مقامهای ایرانی هنوز در مورد خبر کشته شدن دو شهروند این کشور و عضویت آنان در گروه طالبان اظهار نظری نکردند و مشخص نیست که آیا حکومت ایران از حضور آنان در طالبان مطلع بوده یا نه. منابع محلی در جنوب افغانستان تأیید کردند که گروه طالبان با حفر یک تونل 800 متری توانسته مواد منفجره زیر پاسگاه ارتش در ولسوالی میوند ولایت قندهار کار بگذارد و آن را منفجر کند. یک منبع موثق به بی بی سی گفته در این انفجار که دیشب رخ داد 6 سرباز ارتش کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی. وزارت دفاع افغانستان در مورد تونل اظهار نظری نکرده، اما تأیید کرده که به یک پاسگاه ارتش در این ولسوالی حمله شده. خبرنگار ما مأمون دورانی که این خبر رو دنبال کرده از قندهار با ماست. مأمون، از آخرین ها به ما بگو. بله، این پایگاه نظامی که موسوم به شفقت در 10 کیلومتری دورتر از مرکز ولسوالی میوند بکدر است. در حال حاضر ما با مقامات محلی ولسوالی میوند که تماس گرفتیم، آنها گفتن که در حال حاضر در منطقه که دیشب حمله رخ داده آنها عملیات تصفیه را آغاز کرده و گمان میرن که امکان داره که اجساد دیگه نیروهای ارتش هم در منطقه باقی مانده باشه. به همین دلیل طالبان امروز کوشش کردن تا به شکل کلی این پایگاه نظامی را از بین ببرن. در این پایگاه که شب گذشته با گفته خود مقامات محلی که نزدیک به از این منطقه دیدن کرده، آنها گفتن که حدود نزدیک به 1 کیلومتر تونل از بیرون الی به داخل این قرارگاه نظامی وصل کردن و سپس بله، متاسفانه ارتباط ما با مأمون دورانی خبرنگارمون از قندهار قطع شد. امیدواریم در بخش‌های دیگر خبری بتونیم اطلاعات بیشتری در مورد این حمله بگیریم. اما حالا برنامه خبری رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه بدیم. کشاورزان معترض اصفهانی بر سر آب با پلیس ضد شورش درگیر شدند. میرحسین موسوی خواستار انتشار متن کامل مذاکرات با رهبر جمهوری اسلامی شد. در ادامه برنامه رسید که انسان در فضا جستجو کرده. دیروز مراسم سوگند ریاست جمهوری برزیل در برزیلیا پایتخت این کشور برگزار شد. جایر بولسونارو
افسر سابق ارتش با پیروی از روش‌های دونالد ترامپ توانست در انتخابات ریاست جمهوری برزیل نامزد چپگرا را شکست دهد. او در مراسم دیروز وعده داد که کشوری به دور از تبعیض و تفرقه بسازد. او به نژاد پرستی، همجنسگرا ستیزی و زن ستیزی متهم شده. شعار گل گذاشت می‌دهد. انتقال قدرت از چپ به راست. انتخاب ژایر بولسوناروی راستگرا به ریاست جمهوری برزیل آمریکای لاتین را لرزاند. دیروز با حضور چندین رهبر جهان و طرفدارانش مراسم سوگند ژایر بولسونارو برگزار شد. او رئیس جمهور بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین و پنجمین کشور جهان از لحاظ جمعیت و وسعت شد. فساد مالی و پارتی بازی باید پایان بیابه. منفعت رسانی به حزبی خاص نباید ادامه پیدا کنه. دولت و اقتصاد باید در خدمت همه مردم باشه. این افسر سابق ارتش برزیل با شعار مبارزه با فساد، جنایت و سوء مدیریت در انتخابات ماه اکتبر گذشته توانست پیروز شود. لحن اون در مراسم تحلیف بسیار شبیه شعارهای انتخاباتیش بود. پیام اون برای ریشه‌کن کردن سوسیالیسم در برزیل و برخورد محکم با فساد و جنایت برای خوشحال کردن طرفداراش بود. مخالفان چپگرا آقای بولسونارو را به نژاد پرستی، همجنسگرا ستیزی و زن ستیزی متهم می کنند و او را لایق رهبری این کشور نمی دانند. اما برای طرفدارانش او یک قهرمان است. بسیاری از آنها با پوشیدن لباس‌هایی به رنگ پرچم برزیل از سراسر کشور به اینجا آمدند. بعد از 13 سال دولت فاسد، امیدواریم بولسونارو بتونه برزیل رو پاکسازی کنه. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم در مراسم تحلیف او شرکت کردند. ژایر بولسونارو دونالد ترامپ را الگوی خود می‌داند. دونالد ترامپ در توییتی به او تبریک گفته و وعده داده که آمریکا با اوست. ژایر بولسونارو قول داده که سفارت برزیل در اسرائیل را به بیت المقدس منتقل کند. قدرت گرفتن رهبری راستگرا و همفکر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در برزیل میتواند به ضرر ایران باشد. برزیل چهارمین شریک تجاری ایران در جهان است. انتخاب ژایر بولسونارو در دورانی که ایران زیر فشار تحریم‌های آمریکاست میتواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ژیورگول بی بی سی. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، چه شده که در برزیل شخصی با چنین مواضعی میتونه بیاد و رئیس جمهور بشه؟ خب در نظر بگیریم که این کشور با معضلات متفاوتی روبرو بوده. اون الیت سیاسیش علارغم که حزب کارگر، حزب چپگرا در ظرف از 2002 که آقای دو سیلوا به قدرت رسید تا حدودی تونست جامعه رو تکون بده، بخشی را از بسیاری از زیر خط فقر بیاره بیرون، ولی این رونق اقتصادی یا این مثلا پیشرفت اجتماعی با یه مقدار فساد هم توأم بود که البته از قبل هم وجود داشت، ولی دولت چپگرا هم نتونست کاری بکنه، قسمان خودش هم درگیر شد و کل الیت سیاسی یه مقداری به این آلودگی بیش از پیش رسلا در چشم جامعه خودشو چیز کرد، رسلا آلوده کرد. در این حال خشونت هم تو این جامعه خیلی بالا گرفته. در نظر بگیریم که ظرف همین سال گذشته آمار جنایت و کشتار چیزی در حدود 60-70 هزار نفر در سال بوده. همه اینها یعنی هم زندگی مردم از اون الیت متعارفی که جامعه رو هدایت می‌کرده، چه چپ چه راست و چه این جرم جنایتی که رو می‌داده، به نوعی این مردم رو به شعارهای این آقای بولسونارو کشونده که خب می‌خواد حمل اسلحه رو آسون بکنه، مثلا حکم تیر بده به پلیس بدون محاکمه بتونن تیراندازی بکنن و سیار کارهای دیگه که به نوعی برای مردم، برای بخشی از مردم فکر می‌کنن که راه حل ساده‌ای است. میدونیم که ایران هم در مقاطعی با برزیل روابط نزدیکی رو برقرار کرده بود، اما آقای بولسونارو رو به شدت در واقع نزدیک هست به اسرائیل و به خصوص با بنیامین نتانیاهو. این در مورد ایران چه اثری ممکنه در مورد روابطش با ایران بگذاره؟
از دو جهت میتونه تاثیر بذاره. در نظر بگیریم که دوران آقای دو سیلوا که تا سال 2010 در قدرت بود، خب خیلی رابطه قوی بود. آقای دو سیلوا تلاش کرد به خصوص بحران اتمی ایران رو حل بکنه و آقای احمدی نژاد رفت و اومد داشت. در دوران خانم روسف که جانشین اون بود از همون حزب، البته رابطه یه مقدار سرد شد. خانم روسف حتی آقای احمدی نژاد در برزیل تحویل نگرفت، بهش فرصت ملاقات نداد، ولی رابطه برقرار بود، رابطه اقتصادی ادامه داشت. الان با اومدن آقای بولسونارو یه مقدار هم این روابط سیاسی دچار به اصطلاح اختلال میشه، با توجه به اینی که در برزیل هم نوع گرایشی که به آمریکا داره، به آقای ترامپ داره، و هم سهمی که مسیحیان تبشیری در برزیل دارن در قدرتگیری آقای بولسونارو و نوع نگاهی که به اینا به اسرائیل دارن، همین هم باعث شد که بلافاصله آقای بولسونارو در همون اولین اقدامات خودش از انتقال سفارت برزیل در اسرائیل به بیت المقدس صحبت بکنه و این استقبال گرم از آقای بنیامین نتانیاهو در برزیل بکنه. هم رابطه خود دو کشور یعنی ایران و برزیل دچار اختلال میشه، هم نوع نگاهی که برزیل داره به برخی از متحدان ایران در منطقه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، با اونها هم داره میره که در بیفته و همسو با سیاست آمریکا فشار بر این کشورها هم تشدید بکنه. یعنی از هر دو جهت به نظر میاد که ایران برگاش در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی یه مقدار با مشکل روبرو خواهد شد. ممنونم از شما حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار از شهر بن آلمان. حکم بازداشت یک مرد 50 ساله آلمانی که با راندن اتومبیل خود به میان گروهی از مردم در شب سال نو باعث زخمی شدن 8 نفر شده، به ظن داشتن انگیزه نژادپرستانه تمدید شده. در میان زخمی شدگان شهروندان سوری و افغان هم بودند که حال تعدادی از آنها وخیم است. پلیس آلمان گفته این مرد درست بعد از نیمه شب سال نو اتومبیل خود را در یک مرکز خرید شلوغ در شهر بوتراپ در شمال آلمان به میان مردم راند. گزارش می‌شود او پس از متوقف شدن خود را سخنرانی نژادپرستانه به زبان می‌آورد که پلیس او را دستگیر کرد. ورود دو زن به معبد آیاپا در ایالت کرالا در جنوب هند جنجال آفرین شده. این دو زن در تاریکی سحرگاه با حمایت پلیس وارد معبد شدند. هفته قبل دیوان عالی هند به دنبال تظاهرات هزاران زن ممنوعیت ورود زنان 10 تا 50 ساله به این معبد را لغو کرد، اما مخالفان ورود زنان مانع عملی شدن این حکم شدند. رئیس حزب حاکم در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را توطئه حاکمان بیدین دانسته که به دنبال تخریب معابد هندو هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از کشورهای جهان از جمله افغانستان خواسته که به سلامت کودکان توجه بیشتری داشته باشند. بر اساس گزارش یونیسف بیش از 3000 نوزاد در نخستین سال روز سال نو در افغانستان متولد شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنان گفته افغانستان هنوز یکی از مرگبارترین کشورها برای کودکان است. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. چشم انتظار درمان. اینجا در بیمارستان ویژه کودکان در کابل. هر لحظه به صف مراجعین افزوده می شود. مادران نگران با کودکان بیمار. ساعتها طول می کشد تا شامل فهرست دریافت خدمات شوند. در جریان 8 ماه گذشته بیش از 120 هزار کودک برای درمان وارد این مرکز شدند. اینها کودکان و نوزادان بیمار هستند که به دلیل نبود امکانات کافی در ولایات و بخش‌های دوردست و پایتخت آورده شدند، ولی قراری که دیده میشه اوضاع در اینجا هم خیلی رضایت بخش نیست، چون ما میبینیم که در یک بستر 3 کودک و 4 کودک خوابیدن و دلیل ای هم تراکم بیش از حد بیماران گفته میشه. پزشکان مجبورند در وقت کم ده ها کودک را ببینند. برخی ها خود باید مواظب وضعیت وخیم کودکانشان باشند. با این همه برای بسیاری از کودکان این مرکز از محدود روزنه های امید است. مادری که از ولایت بغلان یک روز سفر کرده تا به این بیمارستان برسد. چرا شب میشه بستر هستیم دیگه، جای خواب نداره میشه، تا سه بیشتر هستیم، آرام هستیم دیگه، مشتوکای مریض هست، 4 تا 3 تا یک بستر هست دیگه، سر و سرک دیگه، بسیار مشکل هم زیاد هست دیگه. بیمارستان صحت طفل ظرفیت پذیرش حد اکثر 300 کودک را در یک وقت دارد، ولی تا بیش از 1000 بیمار به این مرکز آورده می شوند.
در اطراف چون امنیت درست نیست، در اونجا شفاخانه ها فعال نیست و دکتر صاحبای ما نمیتونن که در اونجا اجرای وظیفه کنن. مشکلات ما که است اینجا از تمام ولایات افغانستان مریضا را به ما ریفر میکنن و ما آنها را ادمیت میکنیم. به اساس آمار وزارت بهداشت افغانستان، مرگ و میر کودکان در 3 سال اخیر کاهش یافته، ولی هنوز هم از هر 1000 نوزاد 50 تنشان قبل از سن 5 سالگی میمیرند. بسیاری از کودکان این کشور از نخستین لحظات زندگی باید برای زنده ماندن دست و پنجه نرم کنند. روین رهنوش، BBC کابل. کاوشگر نیو هورایزنز یا افق‌های نو ناسا به ماموریتی رفته که بیشتر از 6000 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله دارد. در ابتدای سال نو میلادی این کاوشگر به دورترین نقطه‌ای رسید که تا امروز انسان کاوش کرده. کار عکس‌برداری و تحقیق از جرم اسرارآمیزی که آلتیما توله نامیده شده و ممکن است رازهای تازه‌ای از پیدایش جهان برملا کند، آغاز شده و هر روز کامل‌تر می‌شود. پالاکوش نگاهی انداخته به دستاوردهای سفر این کاوشگر تا امروز. 10, 9, 8. این شمارش معکوس سال نو نیست، بلکه انتظار برای رسیدن کاوشگر نیو هورایزنز یا افق‌های نو ناسا است. کاوشگر در این لحظه به دورترین جرمی که بشر تا امروز بررسی کرده رسیده. این شبیه‌سازی هدف این ماموریت رو نشان می‌دهد. جرم آلتیما تولی 6 میلیارد و 400 میلیون کیلومتر دورتر از زمین، نمونه‌ای از اجزای سازنده سیارات. دوشنبه شب کاوشگر افق‌های نو دورترین سفر اکتشافی تاریخ انسان را با موفقیت انجام داد. برای این سفر هزاران جزء کاوشگر باید کارشون رو درست انجام میدادن که خوشبختانه همینطور هم شد. تا اینجا کاوشگر فقط عکس‌هایی با کیفیت پایین به زمین فرستاده، اما در روزهای آینده تصاویر ارسالی واضح‌تر خواهند شد. ناسا تایید کرده که کاوشگر حجم عظیمی از اطلاعات و تصاویر ذخیره کرده که جدیدترینشان را ناسا دیروز منتشر کرد. ایرادی نداره، بخندین. اما این از تصویر روز قبل بهتر شده. بفرمایید، این هم اولتیما. به نظر می رسد اولتیما شبیه یک بادام زمینی است. ظرف یک روز چه تفاوت فاحشی کرده؟ اولتیما تولی بالاخره رازهاشو برای ما افشا کرد. اگرچه این لکی از پیکسل هاست، اما لکی بهتری شده. تحلیل ها نشان می دهد که اولتیما ممکن است مثل پروانه یک بالگرد مدام بچرخد. افق‌های نو در سفرش به انتهای منظومه شمسی این تصاویر دیدنی از پلوتو را ارسال کرده. اینها تصاویر واقعی از یکی از دورترین سیارات منظومه شمسی است. خیلی زود می توانیم اولتیما تولی را هم با چنین جزئیاتی ببینیم. تیم ناسا امیدوار است که افق‌های نو حتی به سفرهای دورتری برود. پلاب گوش، BBC نیوز. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل ایران و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفته برای فیلتر کردن اینستاگرام حکم قضایی وجود دارد. برنامه امروز هشتگ شما هم به همین موضوع اختصاص داره. فکر میکنید علت نگرانی بعضی از مقام‌های ایرانی از فعالیت این شبکه اجتماعی چیه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیونتون می‌بینین با ما تماس بگیرید. نظر و شماره تلفن خودتون رو هم می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید با آدرس @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 امشب به وقت تهران. و با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.